سر خط خبرها. ما که نمیخواییم به آمریکا بگیم که در برابر فشار ما غیر قانونی عمل کنی، اون چه ما میخواییم قانونه. تلاش قدرت‌های غربی برای احیای برجام در پی کاهش تعهدات هسته‌ای ایران. وزیران خارجه آمریکا و سه کشور اروپایی امروز با هم مشورت می‌کنند. بررسی تمدید حضور نیروهای خارجی در افغانستان. ناتو امروز تصمیم می‌گیرد که بروند یا بمانند. اولین تماس تلفنی بایدن با نتانیاهو یک ماه بعد از تکیه بر صندلی کاخ سفید. نخست وزیر اسرائیل میگوید با او درباره توافق‌های صلح و تهدید ایران صحبت کرده. و به دنبال علائم حیات در سیاره سرخ، کاوشگر ناسا امشب روی مریخ فرود می‌آید. سلام، به اولین بخش خبری امروز از تلویزیون فارسی بی بی سی خوش آمدید. من ناجی غلامی هستم. کمتر از یک هفته به پایان مهلت دولت ایران برای توقف اجرای پروتکل الحاقی باقی مانده. اقدامی در واکنش به ادامه تحریم ها و در جهت کاهش همکاری ایران با آژانس بین المللی انرژی اتمی. رئیس جمهوری ایران امروز دوباره گفت امیدوار است آمریکا به تعهدات خود در توافق هسته‌ای برگردد. وزیران خارجه آمریکا، بریتانیا، فرانسه و آلمان امروز درباره پرونده ایران رایزنی می‌کنند. رئیس آژانس بین المللی انرژی اتمی هم قرار است شنبه به ایران برود، در حالی که ایران به آژانس گفته می‌خواهد تعداد بیشتری سانتریفیوژ پیشرفته برای غنی‌سازی اورانیوم در تأسیسات زیرزمینی نطنز نصب کند. شیدا هوشمندی گزارش می‌دهد. ایران در آستانه توقف اجرای پروتکل الحاقی به معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای، پروتکلی که به بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی امکان می‌دهد از اماکن مزنون به داشتن فعالیت هسته‌ای که قبلاً اعلام نشده بازدید کنند. دولت جدید آمریکا در برابر قانون، در برابر مقررات، در برابر قطعنامه 2231 تسلیم بشه. شرط ایران برای ادامه پایبندی به پروتکل برداشتن تحریم‌های آمریکاست. این که در تبلیغات گفته میشه ایران اقداماتی اخیراً انجام داده تا آمریکا را تحت فشار قرار بده، این حرف نادرسته، چون ما که نمیخواییم به آمریکا بگیم که در برابر فشار ما غیر قانونی عمل کنی، اونچه ما میخواییم قانونه. یک روز قبل از این سخنان، آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان در تماسی تلفنی به آقای روحانی گفته بود که ایران باید نشانه‌های مثبت برای اعتماد سازی بفرستد تا مسئله هسته‌ای از راه دیپلماتیک حل شود. دولت آمریکا هم میگوید که ایران در مسیری اشتباه قدم برمی‌دارد، اما بازگشت از این مسیر راه را برای دیپلماسی باز خواهد کرد. ما و شرکایمان تأکید می‌کنیم که ایران باید از این مسیر برگردد و از کاهش همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی خودداری کند. بازرسی‌های آژانس در ایران موضوعی است که نه فقط برای آمریکا و متحدانش در منطقه اهمیت دارد، که تمام جهان بر آن متکی است. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا همچنین گفته که واشنگتن به دنبال توافقی با تهران است که نگرانی‌های غیر هسته‌ای از جمله برنامه موشکی ایران را هم شامل شود. یکی از نگرانی‌های اسرائیل که احتمالاً در گفتگوی تلفنی دیشب بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل و جو بایدن، رئیس جمهوری آمریکا مطرح شده. با وجود قصد ایران برای توقف اجرای پروتکل الحاقی، حالا دوباره صدای ضرورت گفتگو با ایران از هر گوشه جهان شنیده می‌شود. یکی از رسا‌ترین آنها از نشست امروز وزیران خارجه آمریکا، بریتانیا، فرانسه و آلمان بیرون می‌آید. کشورهایی که 6 سال پیش برجام را امضا کردند. نشست وزیران خارجه 3+1 یک روز قبل از نشست امنیتی مونیخ برگزار می شود، جایی که انتظار می رود در آن جو بایدن، رئیس جمهوری آمریکا، درباره مناقشه هسته‌ای ایران موضع گیری کند. اقدام ایران برای خروج از پروتکل الحاقی بر اساس قانون مصوب مجلس در اواخر پاییز گذشته است، زمانی که جو بایدن رئیس جمهوری منتخب آمریکا بود. اقدامی که زمانبندی مشخصی را به امضا کنندگان برجام تحمیل می کند. حسن روحانی در حالی از اجرای این مصوب سخن می گوید که پیشتر تصمیم مجلس را مضر خوانده بود. سایر مقام‌های ارشد کابینه هم تصمیم مجلس را دخالت در وظایف شورای عالی امنیت ملی و دولت اعلام کرده بودند.
حالا نگاه ها به سوی رؤسای سایر دولت ها به ویژه رئیس جمهوری امریکاست تا ببینند اقدام اخیر ایران چه جایی در تصمیم هایشان خواهد داشت. شیده هوشمندی، بی بی سی. حسین علیزاده دیپلمات پیشین و تحلیلگر مسائل سیاسی ایران از لندن با ما هستند تا در این باره بیشتر صحبت کنیم. آقای علیزاده، این نشست امروز پاریس با حضور وزرای خارجه فرانسه، بریتانیا، آلمان و وزیر خارجه آمریکا که به صورت ویدیویی میپیونده، چقدر نشانه ای از تلاش موفق ایران هست برای اینکه این گفتگوها هر چه زودتر شروع بشه؟ بله، به نظر میرسه که تصمیمی که ایران گرفته یک جنب جوشی رو ایجاد کرده. همین تماسی که خانم مرکل گرفته، همین که اجلاس وزرای خارجه پنج کشور میخوان صحبت بکنن، این که آقای گروسی به تهران داره میره، اینا همه نشانهایی هستش که به حال تصمیم تهران بازتابهایی رو داشته. اما نتیجهش به کجا منتهی خواهد شد؟ من به نظرم میرسه که تهران داره نوعی از رفتاری رو که پیشتر کره شمالی داشت، اونم جزو NPT بود، اونم متعهد خودشو به عدم اشای سلاح هسته‌ای میدانستش، اما به هر حال اونچنان فشارهایی روی کره شمالی آمد که قرارداد رو اصلا خارج شدش و بعدا توان هسته‌ایش رو هم به اجرا گذاشتش. به نظر من مثل راهی که ایران داره میره، همین راه رو داره به طرف غربی نشون و طرف غربی هم میخوام بگن که ما این نوع رفتار ایران رو نمیپسندیم. به هر حال اما در این حال این رو هم بگم که یک تفاوت بین دوران کنونی و دوران آقای ترامپ حاصل شده، چون در اون زمان اختلافات هم سیاسی بود و هم حقوقی. الان اختلاف حقوقی وجود نداره در مسئله برجام. آقای ترامپ میگه این قرارداد بدی هست، اما آقای بایدن این حرفو نمیزنه. اختلاف سیاسی هستش، چون اختلاف یک درجه پایینتر اومده، یعنی اختلاف حقوقی روش اضافه نشده است، احتمال برون رفت وجود داره و منوط به یک تصمیم و اراده سیاسی از دو طرف است. چقدر ما میدونیم که ایران الان یک سیاست مشخصی داره؟ چون از یک طرف ضرب العجل تعیین میکنن و از یک طرف دیگه میگن ما عجله چندانی نداریم. نه، اینکه عجله چندانی نداریم اتفاقا خلاف واقع هستش. من تصور میکنم خب اقتصاد ایران که در گروی آمریکا قرار گرفته است، هیچ افزون بر او و متفرع بر اقتصاد، من فکر میکنم آمریکا انتخابات ایران رو هم در گروی خودش داره. یعنی در واقع آمریکا چندان هم دستش خالی نیست، اما صرفا بحث همونطور که گفتم بحث سیاسیه. یعنی آمریکا داره از فشار اقتصادی خودش برای اینکه انتخابات، میبینید اصلا جنب جوشی نیست در این انتخابات، از این جهت این را هم برای تهران هم خیلی زیانبار خواهد بود اگر رو همین پروژه هستی خودش به همین ترتیبی که کره شمالی پیش رفته بود بخواد پیش بره. شرایط سختتر و سختتر میشه. انتخاباتی هم که قبلنش هم جدی نبود ولی حالا کمتر جنب جوش خواهد داشت، پس برای ایران هم زیانبار خواهد بود اگر اینکه در این مدت بتونن یه توافق سیاسی حاصل بکنن. حسین علیزاده دیپلمات پیشین و تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در لندن، متشکرم. برنامه رو با چند خبر کوتاه پی میگیریم. زلزله در استان کهگیلویه و بویر احمد ایران بیش از 40 نفر زخمی به جای گذاشته. این زلزله به بزرگی 5.6 دیشب شهرهای سیسخته یاسوج، دهدشت و گچساران را لرزاند. بارش شدید باران و ریزش کوه در مسیر یاسوج به سیسخت باعث کندی عملیات امداد شده. هنوز گزارشی از تلفات جانی منتشر نشده. در استان خوزستان مقام‌های محلی میگویند نوع جهش یافته ویروس کرونا در این استان احتمالاً از عراق وارد شده و به همین دلیل تصمیم گرفتند مرز عراق را به مدت یک هفته ببندند. در روزهای اخیر خوزستان شاهد افزایش شدید مبتلایان به ویروس جهش یافته بوده. این نوع ویروس اولین بار حدود 2 ماه پیش در انگلستان شناسایی شد و حالا در ده‌ها کشور مشاهده شده. در خبر دیگر، وزارت بهداشت ایران گفته هفته آینده 250,000 دوز واکسن سینوفارم از چین وارد می‌شود. در دومین روز نشست وزیران دفاع کشورهای عضو ناتو قرار است آنها درباره سرنوشت افغانستان صحبت کنند. ینس استولتنبرگ دبیر کل ناتو در پایان نشست دیروز گفت 30 کشور عضو ناتو امروز درباره ادامه عملیات ماموریت این سازمان در افغانستان تصمیم خواهند گرفت. در حال حاضر حدود 10,000 سرباز ناتو در افغانستان حضور دارند. خبرنگارمون روین رهنوش در کابل با ماست. پیش بینی ها در مورد تصمیمی که قرار امروز وزیران دفاع ناتو در مورد ماموریت این سازمان در افغانستان بگیرند چیه روین؟
ناجب تصمیم امروز ناتو میتونه هم برای خود ناتو و هم برای افغانستان مهم باشه و از قراین و پیشبینی ها چنین برمی آید که ناتو یک بار دیگر ماموریتش در افغانستان را تمدید بکند، چون دیروز جنس کلتنبرگ دبیر کل ناتو گفت که هرچند که گفت با موجودیت تابومی و طالبان باید که تصمیم جمعی در مورد حضور ماموریت ناتو در افغانستان با در گرفته شود، هرچند گفت بیشتر نیروهای ناتو در افغانستان آمریکایی نیستند و او گفت که موجودیت حضور ناتو و یا خروجش بستگی به شرایط افغانستان داره و او گفت که طالبان باید به تعهداتش عمل بکنه، از جمله قطع رابطه با شبکه القاعده و کاهش خشونت ها که به گفته آقای استولتنبرگ خشونت ها به گونه غیر قابل قبول در افغانستان بالا هست. از طرف به نظر می رسد که دولت افغانستان هم خواهان استقبال خواهد کرد و قطعا خواهان حضور ناتو در افغانستان هست، چون دیروز حمدالله محیب مشاور شورای امنیت ملی افغانستان بر روزنامه تایمز بریتانیا گفت که تا 2 سال دیگر نیروهای امنیتی افغانستان متکی به خودشان خواهند شد و مسئولیت های عملیاتی را میتونند که مستقلانه بر پیش ببرند. او گفت در حال حاضر ضرورت به نیروهای خارجی نه، بلکه به حمایت مالی این نیروها هست و مشکل در خود نیروها نه، بلکه در مشکلات مالی که وجود داره هست. و آقای محب اضافه کرد که تا 2 سال آینده 100% اگر حمایت شود نیروهای امنیتی افغانستان میتوانند که مسئولیت عملیات را بر دوش داشته باشند. از طرف ملا برادر رئیس دفتر سیاسی طالبان در قطر هم یک بار دیگر در نامه از مردم آمریکا خواسته که آمریکا بر تعهدش مطابق توافقنامه عمل بکنه و نیروهایش را خارج کنه. متشکرم از تو روین رحمش در کابل. همونطور که گفتیم امروز ناتو درباره ادامه حضور نیروهایش در افغانستان تصمیم میگیرد. طالبان و آمریکا توافق کرده بودند تا اول ماه می، یعنی کمتر از 2.5 ماه دیگر، همه نیروهای خارجی افغانستان را ترک کنند. بسیاری از منتقدان این اقدام دونالد ترامپ را ناپخته توصیف کردند، توافقی که حالا جو بایدن در حال بررسی آن است. لیز دوست از کابل گزارش می‌دهد. A stark snapshot. تصویری اوریان از طوفانی که در راه است. در بیمارستان نیروهای پلیس پزشکان به ما میگویند تا به حال این همه مجروح ندیدند. در بسیاری از ولایت‌ها حالا جنگ در جریان است. این مامور پلیس تیر خورده. طالبان یه ماشین رو بیرون مدرسه منفجر کردن. رفتم کمک که بچه‌ها رو بیرون بیارم. طالبان شروع به تیراندازی کردند و ما جواب دادیم. تیر خوردم. تیر از اینجا رفت و از این ور در اومد. آماده درگیری بیشترند. این تمرین است اما خیلی واقعی است. پلیس افغانستان دنبال مهاجم انتحاری و غیر نظامیان است که داخل گیر کرده اند. دولت به ما اجازه فیلم برداری داد. همانطور که طالبان هشدار دادند اگر مذاکره با آمریکا شکست بخورد شاهد صحنه‌های اینچنینی بیشتری خواهیم بود. سلامت باشین، بسیار تشکر. وزیر کشور از مردانش تشکر می‌کند و چند زن. اما چه نصیحتی برای واشنگتن دارد؟ من میگم ببینیم طالبان با چی موافقت کرده. اینکه رابطه‌اش رو با تروریست‌ها قطع کنه و بهش متحد بمونه و تمایل به صلح داره. اگه نه طالبان باید بدونه که جامعه جهانی اینجا میمونه. دعوت طالبان به برداشتن سلاح. اصرار دارند که به تعهدشان پایبند بودند و نیروهای خارجی باید تا 2 ماه دیگر خارج شوند وگرنه مورد حمله قرار می‌گیرند. در خیابان‌ها همین الان هم موجی از کشتار هدفمند در جریان است. هر روز یک انفجار یا بیشتر. کسی مسئولیت حمله‌ها را نمی‌پذیرد اما بسیاری طالبان را مقصر می‌دانند. رامین که 18 سالش است از یک حمله انتحاری طالبان جان به در برد. و فعلا ما از خانه که ما برایم خدافیزی خوب صحیح می‌گیریم، به خاطر از اینکه امکان نداره که ما در خانه جور بریم یا زنده بریم یا مرده بریم. 20 سال بعد از آمدن نیروهای آمریکایی راه ساده‌ای برای خروج وجود ندارد. خشونت احتمالاً بیشتر می‌شود، چه بمانند چه بروند. هنوز از صلح حرف می‌زنند و برای جنگ برنامه‌ریزی می‌کنند. لیز دوست، بی بی سی نیوز، کابل.
در برنامه‌های بعدی خبریمون امروز شما رو بیشتر در جریان جزئیات نشست ناتو در افغانستان قرار خواهیم داد. نگاهی دوباره به مهمترین عناوین خبری این برنامه. در آستانه رایزنی وزرای خارجه آمریکا و سه قدرت اروپایی درباره ایران، حسن روحانی میگوید امیدوار است آمریکا به تعهداتش در توافق هسته‌ای بازگردد. در دومین روز نشست وزیران دفاع کشورهای عضو ناتو امروز آنها درباره ادامه حضور نیروهای بین المللی در افغانستان تصمیم میگیرند. در ادامه برنامه، شمارش معکوس برای فرود کاوشگر ناسا روی سیاره سرخ. جو بایدن نزدیک به یک ماه بعد از اینکه کارش را به عنوان رئیس جمهوری آمریکا آغاز کرد، سرانجام با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل تماس گرفت. آقای بایدن در این مدت با رهبران بسیاری از کشورهای دیگر صحبت کرده بود و تماس نگرفتن او با آقای نتانیاهو به گمان زنی درباره اختلافات این دو نفر دامن زده بود. مخالفان داخلی آقای نتانیاهو از او انتقاد می‌کنند که روابط اسرائیل و آمریکا را به رقابت‌های حزبی در واشنگتن پیوند زده. کیوان حسینی گزارش می‌دهد. بالاخره زنگ زد. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل با انتشار این عکس در توییتر به همه خبر داد که جو بایدن به او زنگ زده و نوشت که مکالمه بسیار دوستانه بوده و یک ساعت هم طول کشیده. برای آقای نتانیاهو، کم محلی رئیس جمهوری جدید آمریکا آرام آرام رنگ و روی یک هزینه سیاسی سنگین به خود گرفته بود. او روز دوشنبه در مصاحبه با کانال 12 اسرائیل در برابر این سوال قرار گرفت که از آقای بایدن ناراحت شده یا نه. او گفت که ناراحت نیست و با رئیس جمهوری جدید آمریکا رابطه دوستانه ای دارد. اما در همین مصاحبه بود که تایید کرد با جو بایدن دو اختلاف مهم دارد. یکی بر سر فلسطینی ها و یکی بر سر ایران. در توییتی که جو بایدن درباره تماسش با بنیامین نتانیاهو منتشر کرد هم نام ایران دیده می شد. نشانه ای از اثری که مسئله ایران بر روابط بسیار نزدیک اسرائیل و آمریکا گذاشته. امروز با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل گفتگو کردم و بر تعهد استوار ایالات متحده بر امنیت متحدمان اسرائیل تاکید کردم. تیم‌های ما به شکل مداوم در تماس هستند تا همکاری‌های استراتژیکمان در ارتباط با مسائل امنیتی منطقه از جمله ایران تقویت شود. نگرانی آقای نتانیاهو از برنامه هسته‌ای ایران بر کسی پوشیده نیست. او سال‌هاست که در خط مقدم مقابله با جمهوری اسلامی است. ایران لاید. او می‌گوید ایران به دنیا دروغ می‌گوید و با برجام یا بدون برجام به دنبال ساخت بمب هسته‌ای است. آقای بایدن اما نه تنها از دشمنی آقای نتانیاهو با برجام دل خوشی ندارد، بلکه در مسئله فلسطین هم مسیری کاملا متفاوت از سیاست مورد علاقه نخست وزیر اسرائیل برگزیده. آمریکا در همین مدت کوتاه پرداخت کمک‌های مالی به تشکیلات خودگردان فلسطینی را که دونالد ترامپ قطع کرده بود از سر گرفته. The VTC meeting of the Security Council is called to order. و در شورای امنیت هم به گروه منتقدان اسرائیل پیوسته. ماه گذشته نماینده آمریکا در این شورا گفت که واشنگتن با هر گونه شهرک‌سازی و الحاق سرزمین‌های فلسطینی به اسرائیل مخالف است. موضعی در تضاد کامل با معامله قرن دونالد ترامپ و سرزمین‌هایی که آقای نتانیاهو می‌خواست به خاک اسرائیل ضمیمه کند. تلاش برای مهار کرونا و مشکلات اقتصادی یا گرفتاری تازه با واشنگتن. آیا این موضوعات اثری بر حیات سیاسی بنیامین نتانیاهو دارند؟ تا انتخابات بعدی اسرائیل حدود یک ماه باقی مانده و پاسخ این سوال در آن زمان روشن خواهد شد. کیوان حسینی، بی بی سی. یک نماینده مجلس ایران در توییتر به دختر حاکم دبی پیشنهاد کرده به ایران برود تا به گفته او از آزادی و حقوق بشر بهره‌مند شود. زهره الهیان این را در حالی گفته که گزارشگر ویژه سازمان ملل در تازه‌ترین گزارش خود قوانین ایران درباره زنان را تبعیض‌آمیز توصیف کرده. لطیفه بنت محمد گفته پدرش شیخ محمد او را بعد از فرار ناموفق از دبی در سال 2018 گروگان گرفته و حالا او نگران جانش است. مهدی گلرو فعال حقوق زنان از سندیکن سوئد با ما هستند. خانم گلرو، همین حالا خیلی ها در ایران احساس آزادی ندارند و یا فکر نمی کنند که حقوق بشر در این کشور داره رعایت میشه و اون رو به زندانی تشبیه می کنند. این که این نماینده مجلس ایران دعوت میکنه دختر حاکم یک کشور دیگر رو که بیاد اونجا و از این آزادی ها بهره مند بشه، واقعا معنیش چیه؟ خب به نظر میرسه که ایشون و کسان دیگه‌ای که در رأس قدرت در جمهوری اسلامی هستن
در یک دنیای موازی زندگی میکنن که تصورات اونها با واقعیت موجود در ایران کاملا متفاوته. هفته گذشته هم خانم ابتکار گفتن که میزان خشونت علیه زنان در ایران میزان کمیه، آمارش خیلی پایینه، در صورتی که ما در همین یک سال گذشته به واسطه در واقع شبکه‌های اجتماعی بیشتر در جریان میزان زنکشی قرار گرفته بودیم و با وجود اون آمارها معاون رئیس جمهور این حرف رو میزنه. نماینده مجلس هم همون مسیر رو پیش میره و به نظر میرسه که دروغ‌های بزرگتر گفتنش راحت‌تر شده، به خاطر اینکه کسی قرار نیستش در مورد پارادوکس‌های اون صحبت بکنه. از سه حق توی این توییت نام میبرن خانم الهیان. یکی درس خوندنه که ما همین چند ماه پیش مسئله سهمیه بندی جنسیتی دانشگاه‌ها و بومی‌گزینی رو باهاش مواجه بودیم که بسیاری از دخترانی که وارد دانشگاه می‌خواستن بشن محروم شدن به خاطر این در واقع تبعیض جنسیتی در تحصیل. بحث آزادیه که آزادی پوشش بدیهی‌ترین حق انسانی هستش که در اعلامیه جهانی حقوق بشر هم بهش اشاره شده. حالا من سراغ آزادی ادیان و بقیه که به همه مردم ایران مربوط میشه نمیرم، فقط در مورد زنها بحث آزادی پوشش و آزادی حرکت که طبق ماده 17 و 18 اعلامیه جهانی حقوق بشر اجازه تحرک در کشور و سفر به کشور دیگه‌ای رو همه انسان‌ها دارن، ولی همین دیروز خبری مبنی بر این بود که شوهری در واقع همسرش رو ممنوع الخروج کرده و به نظر میرسه که هر سه اینها از حق تحصیل تا مسئله آزادی یا مسئله حقوق بشر هر سه مشکلات جدی مردم ایران و به ویژه زنان ایرانی هستش که از هر سه اینها محروم هستن به واسطه قوانین جمهوری اسلامی. متاسفانه قوانین جمهوری اسلامی حتی از حکومت‌های فاشیستی در مورد زنها هم شرایط بدتری رو برای شهروندان ایرانی ایجاد کرد. آیا وقتی که صحبت به حق حقوق مخصوصاً حقوق زنان میرسه، مقامات ایران به نوعی از آن چی که در این منطقه، منطقه‌ای که خب در بیشتر کشورها زنها وضعیت مناسبی ندارند، از این بهره میبرند برای اینکه بگن وضعیت در وضعیت زنان در ایران بهتر هست در مقایسه با اون کشورها؟ من نمیدونم که جمهوری اسلامی خودشو منظور شما چیه و با کدوم کشور میتونه مقایسه کنه، اما مسئله فرهنگ و قوانین دوتا مسئله متفاوت هستن. توی بقیه کشورها مثلا مسئله افغانستان بحث‌های فرهنگی و سنتی و سنت‌هایی که از دیرپا مونده بر علیه زنان وجود داره، اما در قوانین تلاش شده اصلاح بشه و اصلاحاتی هم در فرهنگ داره شکل میگیره. اما مسئله ما در جمهوری اسلامی قوانین ضد زن هست که به طور سیستماتیک بر علیه زنان هست و از فرهنگ ضد زن و سنت‌های ضد زن هم حمایت میکنه. این دوگانه فرهنگ و سنت مردسالار ضد زن و قوانین جمهوری اسلامی که بر مبنای اسلام هم هست، اینها دست به دست همدیگه میدن و شرایط رو تشدید میکنن که به نظر میرسه با هیچ یک از کشورهای همسایه و در واقع در کشورهای جهان قابل مقایسه نیست که هر دوی اینها همدیگر رو پوشش بدن در مسیر منفی. مهدی گلرو فعال حقوق زنان از سندویکن سوئد، متشکرم از شما. برنامه را با چند خبر کوتاه پی می‌گیریم. موج شدید سرما باعث قطع گسترده برق در ایالت تگزاس آمریکا شده. این وضعیت بسیاری از مراکز تصفیه آب را هم دچار مشکل کرده. از این رو مقام‌های این ایالت در بعضی مناطق از مردم خواستند آب لوله‌کشی را قبل از مصرف بجوشانند. موج سرما و یخبندان در تگزاس جان دست کم 21 نفر را گرفته. فیسبوک انتشار اخبار در استرالیا را متوقف کرده. این اقدام در واکنش به تصمیم دولت استرالیا است که می‌خواهد فیسبوک و گوگل بابت انتشار هر خبر به منبع آن خبردار استرالیا حق نشر بپردازند. فیسبوک این قانون را نوعی جریمه توصیف کرده. حالا کاربران در خارج از استرالیا هم نمی‌توانند اخبار رسانه‌های این کشور را در این شبکه اجتماعی ببینند. در ژاپن یک زن به عنوان رئیس جدید کمیته برگزاری بازی‌های المپیک توکیو انتخاب شده. خانم سیکو هاشیموتو قرار است جای آقای یوشیرو موری را بگیرد که به خاطر برخی اظهارات ضد زن هدف انتقادهای گسترده‌ای قرار گرفته بود و هفته پیش از سمت خود کناره‌گیری کرد. رئیس جدید کمیته المپیک سابقه شرکت در 7 المپیک تابستانی و زمستانی را در کارنامه خود دارد. مسابقات المپیک توکیو قرار است اواسط تابستان برگزار شود. آیا در مریخ زندگی وجود داره؟ ممکنه ناسا بالاخره جواب این سوال رو پیدا کنه، البته بعد از اینکه امروز کاوشگر جدیدش روی این سیاره سرخ فرود بیاد. فقط نیمی از ماموریت‌های فضایی به مریخ موفقیت‌آمیزه و کاوشگر سازمان فضایی آمریکا قراره در گودالی که قبلاً دریاچه بوده درست بالای خط استوای مریخ بنشینه. گزارش ربکا مورل خبرنگار علمی بی بی سی رو ببینید. ناسا اسمش رو گذاشته 7 دقیقه وحشت.
نزدیک شدن به مریخ با سرعت 20,000 کیلومتر در ساعت و بعد در لحظه مناسب چتر باز می شود تا سرعتش را ناگهان کاهش دهد. قبل از فرودی پیچیده، دستگاه کاوشگر پرسیویرنس را روی مریخ قرار می دهد. برنامه این است، اما فقط نیمی از فرودها روی مریخ موفقیت آمیزند. موفقیت قطعی نیست. این خطرناکترین قسمت ماموریته. الکی نیست که بهش میگن 7 دقیقه وحشت، چون ما منتظر نشستیم تا این جمله رو بشنویم. فرود تایید شد. این ماموریت برای یافتن زندگی روی مریخه و بهترین جا برای انجام دادنش اینجاست. گودال جزرو امروز خشک و غبارآلوده، اما میلیاردها سال پیش دریاچه بزرگی بوده و میتونین رودخانه ای رو که بهش منتهی میشده به وضوح ببینی. این تصویر نشون میده چه شکلی بوده. اگه یکم بیشتر زوم کنیم، این مناطق سبز لبه پرتگاهی زمانی ساحل دریاچه بوده و امید هست که هر موجود میکروسکوپی که زمانی اونجا زندگی میکرده حفظ شده باشه. پرسیویرنس پیشرفته ترین کاوشگر است که ناسا تا به حال ساخته و مملو از تجهیزاته. بازوی ربات مجهز به دریل است برای جمع‌آوری نمونه‌های سنگی. اما صخره‌ها حاوی چنو حیاتی می‌توانند باشند. ما دنبال آدم فضایی تو کتاب‌ها یا حتی ماهی نیستیم. دنبال زندگی میکروبی هستیم یا میکروب‌هایی که لجن رو شکل دادن که ته دریاچه پیدا میشن. همون چیزایی که 3.5 میلیارد سال پیش روی زمین وجود داشت. سوال اینجاست که آیا در مریخ هم ته دریاچه ها وجود داشتن؟ برای اولین بار ناسا یک بالگرد کوچک را هم آزمایش می‌کند برای اینکه نمای دید پرنده را به ما بدهد. و روی سطح مریخ کاوشگر سنگ‌ها را انبار می‌کند. در ماموریت بعدی آنها را به زمین می‌آورند و برخی به بریتانیا می‌آیند. اینا ارزشمندترین و هیجان انگیزترین نمونه‌های روی زمین خواهند بود. دانشمندان دور دنیا برای مطالعه‌شون با هم می‌جنگن. این ماموریت بیشترین شانس ما برای یافتن جواب این سوال است که آیا حیات در مریخ وجود داشته یا نه. اما اول ناسا باید کاوشگر را سالم روی سیاره بنشاند. ساعت پر اضطراب و هیجانی پیش روست. ربکا مورال، BBC نیوز. می‌رسیم به پایان این بخش خبر. ممنون از همراهیتون با بی بی سی فارسی.